عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای کیخسروی، درباره برخوردی که این شرکت نفت و گاز با کارگران معترض کرده چه اطلاعات بیشتری داری؟ با سلام و درود به شما و همه بینندگان محترم. واقعیتش این که اون میزان از اطلاعات و اخباری که توسط خبرگزاری‌های محلی منتشر شده اینه که جدای از اخراج این 38 کارگر، طرح تعویض قضایی توسط کارفرما برای این کارگران ثبت شده و اظهارنامه‌های قضایی با اسامی جمعی این کارگران براشون ارسال شده. این اتفاقی که معمولا در صنایع نفتی و مناطق ویژه اقتصادی یا بخش‌های دیگه ای کارگری میفته، اینکه کارفرمایان در همدستی کامل با مشخصا در صنعت نفت با شبکه گسترده حراست صنایع نفت و همچنین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کارگران رو به بهانه اعتراض و مطالبه گری متهم میکنن به اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم یا اقدام علی امنیت و براشون پرونده‌های قضایی تشکیل میدن. به هر حال چیزی که وجود داره اینه که کارفرمایان و کل بدنی حاکمی طلبان نهادهای امنیتی هم در تلاش هستن که این بخش مهم به خصوص بخش صنایع نفت و گاز رو همیشه تحت اون سیطره سرکوب و شرایط امنیتی و پادگانی قرار بدن که کارگران اعتراض نکنن. متاسفانه این اقدام در مابقی جاها هم اتفاق افتاده، همچنین مثل کارگران پروژه‌ای که اردیبهشت ماه امسال دست به اعتصاب گسترده‌ای زده بودن با برخوردهای امنیتی شدیدی مواجه شدن و تعداد چند صد نفر از این کارگران بازداشت و زندانی شدن و برایشون پرونده های قضایی تشکیل شده که هنوز هم این پرونده ها در جریانه. مدیران شرکت به راحتی 38 کارگر رو اخراج و نیروهای خودشون رو جایگزین کرد. چه ساز و کارهایی برای مقابله با چنین اقداماتی در اختیار جامعه کارگریه؟ ببین، در قانون کار ایران و سایر قوانینی که به هر حال بر روابط کار در ایران حاکمه، هیچ برخوردی، هیچ مفاد حمایتی واقعا برای کارگران وجود نداره. یعنی اگر اینکه در ابتدا همین قانونه که به زعم قانون ضد کارگری هست یک بندها و مفادی برای حمایت از کارگران داشت، در طول 30 سال گذشته با الحاق لوایح، آیین‌نامه ها و به هر حال قوانین اصلاحیه های این بخش حمایتی از کارگران ستانده شده و به هر حال هیچ امکانی وجود نداره اینکه کارگران بتونن با به هر حال دست بردن به مفاد قانونی بتونن از خودشون دفاع بکنن. به خصوص اینکه ما الان شاهد هستیم بیش از 96.7% از کارگران در کل کشور با قراردادهای موقت در استخدام هستن و هر زمانی که کارفرما اراده بکنه به راحتی بهانه هایی رو میتراشه و این کارگران رو از کار اخراج میکنه، مشخصا در صنایع نفتی و یا مراکزی که در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارن اصلا شرایط بسیار بدتره. یعنی اینکه جدا از اینکه به راحتی اخراج میکنن، اصلا قانون کار به شکل عمومیش مشمول میشن کارگران در اونجا و کارها رو به شکل موقتی و پیمانکاران در ابعاد گسترده‌ای مثلا سپردن و همچنین یک اتفاق دیگه هم میفته برای کارگران در صنایع نفتی، اینه که اونها رو بلک لیست میکنن، یعنی اجازه نمیدن که بعد از اینکه اخراج شدن در سایر مناطق و مراکز نفتی هم استخدام بشن. شاید بسیار بهتره. تنها چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که کارگران به قدرت خودشون و اتحاد عملشون دست به اعتراض بزنن و ایجاد تشکل‌هایی بکنن که بتونن با اعتصاب و اعتراض مقابل این نوع بی‌حقوقی‌ها وایستن. ممنون از شما فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.